یو سلام سلاطین، دکتر سنا هستم و خیلی خوش اومدین به چنل خودتون. عاشقتونم، دوستتون دارم، امیدوارم که پر از انرژی باشید. امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که چرا متادون نسبت به سایر مواد افیونی ترکش سخت‌تره. سلاطین، نمیدونم شما اعتیاد به افیون داشتین یا نه، یا کسی که اعتیاد به افیون یا اوپیومو داشته دیدین یا نه. یه تجربه مشترکی که وجود داره اینه که طرف میگه آقا من اومدم شیر تریاکمو انداختم رو متادون، حالا متادون رو میخوام ترک کنم، 10 برابر شیر تریاک اذیت میشم. متادون باور کنید همین جوریه بچه‌ها، ترکش از هروئین هم سخت‌تره. متادون ترک خیلی سختی داره، یعنی فیزیکی‌ها و بدن‌دردهای خیلی طولانی، اسهال‌های خیلی شدید، آبریزش بینی خیلی طولانی، خماری خیلی زیاد. و امروز می‌خوام در مورد این صحبت کنم که چرا اینجوریه. به خودی خود این یه مسئله یه که هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. چرا؟ چون ما بعضی موقعا میایم متادون رو به عنوان درمان نگه دارنده استفاده میکنیم. اولا بهتون بگم اشتباه محضه که یکی بخواد به خاطر سمزدائی، به دلیل سمزدائی بیاد متادون رو شروع کنه. یعنی چی؟ یعنی بیاد میخواد هروئینش رو سمزدائی کنه، ترک کنه، بیاد هروئین رو تبدیل کنه به متادون، بعد متادون رو ترک کنه. بیاد شیر تریاک رو تبدیل کنه به متادون، بعد متادون رو ترک کنه. این کار یه کار واقعا ابلهانه و حماقت محضه. چرا؟ چون ترک متادون خیلی سخت تر از حتی هروئین و حتی شیر تریاکه. این کار اشتباهه. اما متادون علت اصلی که اینقدر ترکش سخته اینه که خیلی طولانی اثره. شما بقیه مواد افیونی نهایتا 3 تا 4 روز از بدن شما خارج میشن، اما متادون و B2 7 تا 10 روز طول میکشه. خیلی نیم عمرش طولانیه. متادون یک سطح خونی پایدار با نیم عمر طولانی توی بدن شما ایجاد میکنه و هرچی نیم عمر یک ماده طولانی تر باشه خیلی بیشتر طول میکشه تا از بدن شما خارج شه. درسته بیشتر طول میکشه اما علائم خفیفتری داره، متوجه؟ یعنی هروئین آقا بعد 3 روز زور فیزیکی شروع میشه، طرف و بی نهایت یک مچاله مشتی میکنه آدمو، ولی بعد 3-4 روز فیزیکی کم میشه. اما متادون نه، متادون طرف و مچاله نمیکنه، تو فشار قرار میده اما مچاله نمیکنه. اما این فشار لعنتی ممکنه 20 روز یه ماه هم برای فرد طول بکشه. حالا از یه جهتایی هم این خوبه. از چه جهتایی این خوبه؟ از این که بعضیا میان متادون رو به عنوان درمان نگهدارنده استفاده میکنن. در موردش صحبت کردم، در مورد درمان نگهدارنده، لینکش رو این بالا میذارم، میتونی کلیک کنی. درمان نگهدارنده چه درمانیه؟ درمانی که آقا طرف 50 سالشه، که حالا لغزش زیاد داشته، دیگه اون ما بهش میگیم آقا تو داری شیر تریاکو میزنی، بیا جاش متادون مصرف کن. با چه هدفی؟ با هدف این که شیر تریاک نیم عمرش 6 ساعته، طرف باید روزی 4 بار بشینه پای بساط، هر بار باید 1 ساعت 2 ساعت بشینه تا هنوز چی؟ تا هنوز خماریش بپره، نشم نشه، نشه پیشکش. یعنی طرف میاد این زمانشو میذاره، زندگیشو میذاره، از کارش میزنه، از زن و بچهش میزنه، از پول میزنه، از خانواده، از تفریح، از همه چی میزنه که فقط شیر تریاکشو یه جوری بزنه که خمار نباشه. برای این آدم ها سنش بالاست، لغزش زیاد داره، دیگه به این آدم بعید میدونی این ترک کنه. میای اینو میبری روی درمان نگه دارنده با متادون. متادون نیمه عمرش طولانیه، یه بار تو روز مصرف میشه. من پشمام ریخته بعضیا میان متادون رو 3 بار تو روز میخورن. شما اگه متادون رو امروز صبح خوردی رفیق، شب خماری، نباید شبم متادون بخوری، باید متادون صبح تو دوزشو بالاتر کنی. 48 ساعت نیمه عمر داره. متادون یک سطح خونی پیوسته و پایدار توی خون ایجاد میکنه. نه یا 3 بار تو روز متادون بخور. متادون ترامادول نیست، متادون شیر تریاک نیست که بیای منقسم تو روز بخوری. متادون رو به دو یه بار تو روز، اگه تو صبح متادون خوردی دیدی شب خماری، دیگه شبو نخور، متادون صبح تو بیشتر کن، متوجه ای رفیق؟ حالا اینا داستان داره، متادون چون نیمه عمرش زیاده تو اگه شب خمار بودی صبح دوباره همون متادون روز قبلو بخوری، احتمال اینکه شب بعدی خمار باشی کمتره، چون متادون یه اثر تجمعی داره. حالا بگذریم، زیاد وارد داستان نشیم. اوکی کجا بودیم؟ خوش جلای من، باید ریشام بزنم. من بعضیا میگن تریش بهم میاد، ولی خب وقتی ریش میذارم خودم بیسم اونجوری انرژی ازش ساطع نمیشه از تو پوستم.
کجا بودیم بابا؟ باز رفتیم سراغ پرش افکار و اوورثینکینگ و امان از ADHD EA Sports It's in the game. وای پشمام چه اوورتینگی شدم. داشتیم در مورد چی صحبت میکنم؟ آها، برای همین متادون رو استفاده میکنم برای کسایی که آقا داره زندگیشون سر اعتیاد به شیره و تریاک میره. میگن آقا تو بیا یه قرص متادون یه بار تو روز بخور. حالا متادون این افراد رو توی درمان نگهدارنده به یه دوزی میرسونن، چون متادون میل و چسبندگیش نسبت به گیرنده های افیونی خیلی بالاتر از سایر افیون هاست. بهش میگن افینیتی خیلی بالایی داره. اوکی، چون چسبندگیش به گیرنده بالایی، تو اگه دوز متادون رو خیلی ببری به یه حدی برسونی، این متادون میاد همه گیرنده ها رو اشغال میکنه و فرد اگر بخواد شیر و تریاک بکشه، شیر و تریاک اصلا اینو نمیگیره، جز اینکه ناخالصی های شیر و تریاک توی بدنش اثر میکنه و فرد حالش بد میشه و باعث یه شرطی سازی منفی میشه. یعنی کسی که روی درمان نگهدارنده با متادونه، وقتی دو بار تریاک بکشه، دو بار هروئین بکشه، اون تریاک و هروئین بیشتر حالشو خراب میکنه، حالشو بد میکنه، نشترش نمیکنه، حالشو بدتر میکنه و این شرط سازی منفی ایجاد میشه که دیگه طرف سمت اینا نره. صبح بیدار میشه، یه بار شربتشو میخوره یا یه بار قرصشو میخوره، میره به کاراش میرسه، میره به تفریحش میرسه، به زن و زندگیش میرسه، به برای بچه‌هاش وقت میذاره، برای خانواده‌اش وقت میذاره، اشغالشو میکنه، متوجهی؟ و سر مواد به خودش نمیاد، میبینه 10 سال از زندگیش رد شده، فقط پای پیکنیک بوده، دیگه حالا اون بزمه رو از دست میده. برای همین از این جهت خوبه که ترک متادون سخته. چرا؟ چون مریضی که دیگه تو میبریش رو درمان نگهدارنده با متادون، اگه یه موقعی بخواد این هوس به سرش بزنه که وای بزم تریاک یه چیز دیگه بود، بزم هروئین یه چیز دیگه، حالا هروئین که بزمی نداره، بزم بافور یه چیز دیگه بود، اگه دوباره بخواد بره سمت بافور نتونه. چرا؟ چون وقتی متادون میخوری که بافوره تو رو نمیگیره، باید متادون رو بذاری کنار که دوباره بری سمت بافور، متادونه رو نمیتونه بذاره کنار. برای همین متادون این که ترکش سخته یه شمشیر دولبه است. تو اگه بخوای برای سمزدایی بری سراغ قرص یا شربت متادون، کار بسیار اشتباهی کردی، چون سمزدایی متادون مادرتو میده دستت. ولی اگه به عنوان درمان نگهدارنده تو بری سمت متادون، بسیار کار خوبی کردی. درمان نگهدارنده، آدم مسنی، لغزش زیاد کردی، اراده و انگیزه ای نداری برای ترک، اون موقع بری سمت درمان نگهدارنده با متادون خیلی کار بهتری کردی. چون اگه بخوایم دیگه نمیتونی متادون رو بذاری کنار بری سمت شیره و تریاک، تو دوباره زندگی تو به فنا بدی. اینه داستان این که ترک متادون انقدر سخته. و همه اینا رو شما میتونی در خصوص بدو هم بذاری. اینه که ترک بدو انقدر سخته، چون طولانی اثره و خیلی دیر از خونت خارج میشه. عاشقتونم، امیدوارم اطلاعاتی که دارم توی این کله رو بتونم توی کله شما هم واردش کنم با یه زبون خیلی عامیانه و لطفاً جنبه‌ای گوش دادن به این اطلاعات رو داشته باشید. اگرم دوست دارید که این پست به افراد بیشتری پیشنهاد بشه و فکر میکنیم بتونه به افراد بیشتری کمک کنه، فقط یه لایک این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده، این کار رو انجام میده. خلاصه دوستتون دارم، من خوب بازی میکنم چون شما توی تیم همین. خاک پاتون سرمه چشمای من. امیدوارم اعتیاد به پول، ورزش و از اینجور داستانای خوب داشته باشیم. تا دیداری دیگر، بدرود. کرسی، 'cause I wanna see what it would sound like, right? Can't tame, you can tell by the tail that the dog, but the motherfucking beast on the scale. Work hard, get scarred from the leash that I broke, light bark, not far from the reach of the choke, but I'm reaching the totes. Got heat that I bleach in your coat. Shit, my needs are keys to the rose, piece of the hose, piece of the pie, but the piece still grows. Get top on the phone.